پسری که برای شهرت دنیای مجازی دست به هر کاری میزنه. گلسیا سلام. امروز که از فیلم‌های عجیب ولی تقریبا واقعی رو آوردم به اسم اسپری مسئول 2020 هستش. یکی از فیلم‌های خیلی خوب در مورد دنیای مجازی شناخته میشه و خیلی قشنگ میاد دردناک بودن و وحشتناک بودن بعضی چیزهاش رو به آدم نشون میده. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپول کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون به اسم کرتو میبینیم، پسری که عاشق شهرت و برخلاف تلاشایی که تا الان کرده همچنان هیچکی نمیشناستش. ایده های مختلفی هم توی پیجش انجام داده، از نقد و بررسی وسایل بگیر تا ولاگ از خانواده و پدرش که یه دیجه تقریبا شناخته شده است. پدر و مادرش هم جدا شدن و کرت با مامانش زندگی میکنه. وقتی هم وضع مالیشون به هم ریخته شروع به پرستاری از بچهای همسایه میکنه تا یه پولی برای مادرش در بیاره. یکی از این بچه‌ها اسمش بابیه، پسر که یه پیج پر از فالوور داره و مشخصه کرت هم خیلی بهش حسودی میکنه. حتی وقتی میخواد برای بابی خوراکی بیاره یا باهاش پلی استیشن بازی کنه، اون هولش اینه کنار رو بهش توجهی نمیکنه. بعد مدتی هم از پرستاری این بچه اخراج میشه. خلاصه که نزدیک 10 سال از ساخت پیج کرت گذشته ولی همچنان رو همون پله اوله. آخرین ایده‌ای که به سرش میزنه یه سری ویدیو به اسم آموزشه. توضیح میده که تو این ویدیوها قصد داره به دیگران یاد بده که چجوری فالوورهای زیادی بگیرن. آدم یاره این پیجا اینستاگرام میافته که تبلیغ میکنن با ما 1 میلیون طرفدار بگیر، بعد میری تو پیج 300 تا فالوور داره، 200ش هم فیکن. خلاصه که برای ضبط این ویدیوهای آموزشی یه سری دوربین تو ماشین خودش نصب میکنه، چند تا بطری آبم میاره و حالا توی برنامه به اسم اسپری ثبت نام میکنه. برنامه ای مثل اسنپ خودمون که میتونه به صورت آنلاین مسافر بگیره. رو به دوربین ها میگه درس اول اینه که همیشه از خودت فیلم بگیر و مستند بساز، چون هر لحظه ممکنه اتفاقهای عجیبی بیفته. اولی مسافر سوار میشه، مردی که بد اخلاق نیست، اما وقتی کرت میگه کمربندتو ببند گوش نمیکنه. بعدم میپرسه چرا اینقدر دوربین داری و کرت میگه برای محافظت از خودم و مشکلات احتمالی. مسافر برداشت دیگه یه قضیه میکنه و شروع میکنه به صحبت های نجات پرستی. کرت میترسه این حرفا باعث پریدن پیجشه و واسه همینم با سرعت بیشتر رانندگی میکنه. مردم استرس ساکت میشه. بعد مدتی باز حرف میزنه و کرت میگه یه بطری آب عقبه بخور که گلوت باز شه. اونم همین کارو انجام میده، غافل از اینکه چند لحظه بعد برای همیشه چشماشو میبنده. کرت توی یکی از ویدیوهایی که آپلود کرده توضیح داده بود که چطوری میشه با سرنگ به بطری‌های آب همه چیز از جمله سم تزریق کرد، طوری که هیچ کس نفهمه. حالا مرگ یه نفر جلوی دوربین زنده به نمایش گذاشته و مثل احمق‌ها شادی میکنه. بعدم مسافر یه جا میندازه بیرون و مسافر بعدو میگیره. مشکل اینه که توی لایو پیجش تنها یه نفر آنلاینه و اونم کسی نیست جز بابی، همون پسر معروفی که کرت پرستارش بود. بابی هم کامنت میذاره که ویدیوت الکی و صحنه سازی کردی تا فالوور بگیری. کرت با آرومی میگه میدونستم تو صدها نفر دیگه ممکنه همین فکر رو کنید و اصلا نقشم همین بود. هرچی شما دیرتر باورم کنید میتونم آدمهای بیشتری رو بکشم و پلیس هم به مشکوک نمیشه. وقتی زیاد شده باورم کنید اون موقع است که ممکنه لو برم. این درس اولیه که میخوام به طرفداران بدم. مسافر دوم رو سوار میکنه و این زن بیچاره بعد چند لحظه خودش یه بطری آب برم داره چون تشنشه. اونم میشه قربانی بعدی کرت، پسری که با لبخند کنار بدن این زن فیلم میگیره و تو لایوش پخش میکنه. همین لحظه هم پدرش سعی میزنه و ازش میخواد که یه جا بیاد دنبالش، اما کرت میپیشونه و شروع میکنه به گشتن این زن. وقتی گوشیشو با چهرهش باز میکنه میفهمه یه قرار کاری مهم داشته، برای همینم پیامی پر از بد و بیرا مینویسه تا کسی دنبالش نگرده و بهش مشکوک نشن. اینطوری میتونه وقت بیشتری برای خودش بخره. اونم میندازه بیرون و میره سراغ مسافر بعدی، مردی به اسم ماریو، از این توموخای مسخره که فکر میکنن همه چی و همه کسا میتونن داشته باشن. کرت خیلی زود ازش کلافه میشه و وقتی پیشنهاد بطری آب میده ماریو با عصبانیت رد میکنه. چند لحظه بعدم پیامی از برنامه میاد و مشخص میشه ماریو این سفر رو اشتراکی گرفته، یعنی یه مسافر دیگه هم هست که باید سوار شه و مسیرهای جداگانه برن. کرت میره و میفهمه این مسافر بعدی اسمش جسیه. خیلی هم تعجب میکنه چون این دختر تو زمینه استنداپ کمدی خیلی خیلی معروفه، یه جور الگو برای کرت حساب میشه و بارها خواسته مثل اون شهرت پیدا کنه اما نتونسته. به هر حال جسی وقتی مسافر دیگه یعنی ماریو و رفتارهای زنانه‌اش رو میبینه درخواست رو لغو میکنه، اما با اصرار کرت باز قبول میکنه سوار شه. تو راه هم کرت مدام از جسی سوال میکنه چجوری معروف و موفق شدی، کلی هم ازش راهنمایی میخواد تا مثل اون خفن شه.
این در حالیه که ماریو هم مدام تیکای چرت میندازه تا جایی که جسی با عصبانیت گوشش در میاره و شروع میکنه به فیلم گرفتن برای طرفدارش. از این میگه که چقدر این دو نفر پسرهای عوضی هن و بعد ضبط رفتارشون از ماشین پیاده میشه. کرت بیشتر از همیشه عصبانی و به سمت خارج شهر راه میفته. به ماریو میگه تو باعث شدی یه دوستی خیلی مهم از دست بدم و به خاطر تو ممکنه هیچ وقت دیگه موفق نشم. وقتی میفهمه ماریو حالا تعو داره میزنه کنار رو ازش میخواد که پیاده شه تا ماشین رو کثیف نکنه. اونم پیاده میشه و تصمیم میگیره یه دستشویی ریزم همون بغل بزنه. کرت با استفاده از این موقعیت در حالی که همچنان لایوش فعاله ماشین رو عقب میبره و ضربه محکمی به ماریو میزنه. شیشه های عقب و جلو پر خون میشن و اونم در جا جونش رو از دست میده. صحنه ای که کرت از ضربش خیلی خوشحال میشه. بعدم تنهایی سمت شهر برمیگرده و ماشین رو میبره کارواش. دیگه هوا تاریکه و وقتی موقع استراحت توی گوشیش میچرخه میفهمه جسی امشب اجرای مهم همین نزدیکی داره. رو به دوربین میگه امشب دو تا اتفاق مهم داره میفته، هم من و هم جسی. همچنان تعداد بیننده های زیر 10 نفره و بابی هم باز اومده توی لایف. بازم میگه همه ویدیوهات ساختگی و چرتن. کرت با عصبانیت میگه خودت همه چی دروغ و فکر میکنی همه مثل خودتن. ویدیوهایی از پیج بابی میبینیم. یه وقتا به بیخانمانا کمک میکنه، دوربین مخفی و خیلی کارهای دیگه هم انجام میده، در حالی که همه اینها از قبل هماهنگ شدن و کرت که پرستار بابی بوده به خوبی اینا رو میدونه. اینکه بیخانمانا همون رفیقای بابی هستند و فقط ادا در میارن. وسط همین بحثایی که میکنن و کامنتایی که بابی میذاره به پمپ بنزین میرسه. بابی تو پیام آخر میگه محتواهات مسخره و اگه میخوای معروف شی باید یکم سر و صدای بیشتری راه بندازی. حرف که رو مخ کرت میره و مسافر بعدی رو میزنه. سه تا بچه پولدار که دارن میرن پارتی و تو حال خودشون نیستن. کرت با رانندگی خطرناک استرس بالا میبره و یکی از دخترها خیلی خوشش میاد. جلو میشینه و میگه روحیه هیجانی تو دوست دارم. کرت خوشحالتر میشه و میگه یه جای خفن میشناسم و راضیشون میکنه که برن اونجا. طولی نمیکشه که به دشتی میرسن و دو نفری که عقبن بهشون پیشنهاد میده تا از سانروف برن بیرون چون ویو خیلی خوبی داره و خوبه که عکس و فیلم بگیرن. اونا هم در حال همین کارن و کم کم دور و برشون شبیه یه خرابه میشه. کرت ماشین رو متوقف میکنه، سانروف رو میبنده که اون دو نفر گیر کنن نتونن بیان پایین و چند لحظه بعد کلی سگ وحشی به ماشین حمله میکنن. دو نفری که بیرونن تیکه پاره میشن و در همین حال کرت به دختر کناریش با یه دریل حمله میکنه. جلوی دوربین زنده همه جا پر خون شده و بازم کسی به جد بودن قضیه شک نکرده. کرت ماشین رو خالی میکنه و به کارواش میبره. با خوشحالی زیادی رو به دوربین از بابی سوال میکنه حالا نظرت چیه؟ بازم باید آب و تابش بیشتر کنم؟ حالا میفهمه اصلا بابی از لایف بیرون رفته و این صحنه ها رو ندیده. باز دوباره به لایو میاد و به کرت میگه یکم پیج جسی یاد بگیر. اون یه دختر خیلی خوب و طرفدارهای زیادی هم داره. کرت با اعصاب داغون میره تو پیجش و با حسادت شروع میکنه به نوشتن کامنت های فوش. موقع دیدن استوریای این دختر به ویدیوی ماشین خودش میرسه. جایی که همه طرفدارهای جسی هم تو کامنت ها دارن مسخره میکنن و بهش میخندن. همین لحظه جسی لایو میذاره که رفته خونه مامان بزرگش و فکری به سر کرت میزنه، مخصوصا که وسط ویدیو یه نفر در خونه جسی رو به صدا در میاره. این در حالیه که کرت از ماشینش پیاده شده و تو لایو خودش نشون میده که پشت یه در وایستاده، اما جلوی خونه مامان بزرگ جسی یکی از دوستای اونه، پسری به اسم مایک که همیشه مثل الگو به جسی نگاه میکنه و میخواد ازش استندآپ کمدی رو یاد بگیره. اما خب زیادی آدم گیری و واسه همین هم جسی باهاش حال نمیکنه. خونه که کرت درش زده بودم میبینیم و اینجا خونه بابیه، پسری که بیش از حد دیگه روی مخ کرته. بابی داد میزنه از اینجا برو و من نمیخوام با آتیش ارتباطی داشته باشم. پخش زنده کرت داره دیده میشه و به خاطر اینکه بابی توش اومده کلی از طرفدارهای اونم به لایو ملحق شدن. وقتی تعدادشون میره بالا کرت یه دفعه چاقوی در میاره و با عصبانیت بابی رو زخمی میکنه. بابی اسلحه ای از کیفش در میاره اما حالش خوب نیست و به خاطر همین کرت غلبه میکنه و بعدم یه گلوله به پسر میزنه. حالا ویورهای کرت نزدیک 1000 نفر شدن و با اینکه یه سریشون معتقدن همه چیز ساختگیه اما کرت ویدیو رو ادامه میده. اول میره همه خودش رو تمیز میکنه و برای اثبات کارش شروع به فیلم گرفتن از همه لوازم بابی میکنه و بارها بدن بیجونش رو نشون میده. یه دفعه پیامی از پدرش میاد که مینویسه امروز میخواستم سورپرایزت کنم اما گول نخوری که بیای دنبالم. اگه میشه به این آدرس بیاد تا حداقل سورپرایزمو ببینیم. بازم کرت میپیچونه و میخواد به برنامه زنده جسی بره، اما پدرش در آخر اعتراف میکنه که یه دیجی خیلی معروف پیششه و راضیش کرده تا پیج کرت رو تبلیغ کنه. کرت هم با آدرس میره و بعد صحبتی با دیجی یه استوری میذاره تا پیجش به دیگران معرفی شه. در قبالش هم قبول میکنه تا این دختر رو به یه ساندویچی خیابونی ببره و برش گردونه.
وقتی پیاده میشه تا برای دیجی غذا بگیره، صف طولانی و برای همین شروع میکنه به گفتن از چیزهای چندش و ترسناک. مردمم دونه دونه از صف میرن بیرون چون حالشون بد شده، در حالی که طرفدارهای کرت خیلی میخندن و تشویقش میکنن این کارو ادامه بده. دیجی هم تو ماشین حوصله‌اش سر رفته و از داشبورد اسلحه رو پیدا میکنه. به خیال اینکه الکیه کلی عکس و فیلم ضبط میکنه و بعدم که تشنش یکم آب میخوره. اما خب میدونیم که همه این آبها سمیان. وقتی کرت به ماشین برمیگرده، دختر دیگه تکون نمیخوره. قضیه بدتر هم میشه چون یه ماشین پلیس بهشون مشکوکه و کنارشون وامیسته. کرتو میگردن و وقتی مطمئن میشن چیزی همراهش نیست، از دختری که بیهوشه سوال میکنن. کرت هم میگه دوست دخترمه، فقط مست و خوابیده. ولی همین لحظه دیجی که فقط یه مقدار کمی از آب سم میخورده به هوش میاد. خیلی شوکه‌ست و اتفاقی با اسلحه‌ای که تو دستشه به سمت پلیس شلیک میکنه. بعدم از ترس پا به فرار میذاره. پلیس هم دنبالشن و کرت با استفاده از موقعیت با ماشینش در میره. اما یه ماشین پلیس دیگه هم اونجاست و میفته دنبالش. نزدیک 10,000 نفر به لایو اومدن و کرت که هیجانش بالاست یه دفعه تصرف میکنه و مثلا اتفاقی ماشین رو میندازه روی سربی خانمان که جون اونا رو هم میگیره. یه سر میریم پیش جسی با همون پسری که اومده بود پیشش، یعنی مایک، داره سمت محل اجرا میره. این روزش هم امشب اجرا داره و رفتاراش خیلی شبیه آدمهای هیزه. جسی هم یواشکی داره لایو میگیره و همه مایک رو مسخره میکنن. وقتی هم میرسن، اول مایک میره روی سن و انقدر اجراش چرته که هیچکی نمیخنده. ولی به محض اومدن جسی فضا عوض میشه. یکم اون طرفتر کرتو میبینیم که همچنان تو لایو و وسط جمعیت تماشاچی ها قایم شده. جسی جوکاشو میگه و یه رفعه شروع میکنه به صحبت از تجربه رانندگی امروزش با کرت. بعد تعریف داستان میگه جدا از رفتارهای بد کرت، فهمیدم که اعتیاد عجیبی به فضای مجازی داره. برا همینم رفتارش مثل دیوونه ها شده بودن و میخواست هر جوری که هست معروف بشه. این باعث شد به خودم بیام و امشب میخوام جلوی همه شما یه کار مهم انجام بدم. یهو گوشی شده در میاره و میشکنه. بعدم از بدی فضای مجازی صحبت میکنه و میگه من دیگه هیچ وقت تو پیجام نمیام. بعدم از سن خارج میشه. همه تماشاچیام تشویق میکنن. کرت که به قصد انتقام اومده بود تحت تاثیر قرار میگیره و بدون زدن سلامی به جسی خارج میشه. چند لحظه بعد گوشیشو برمیداره و یه سر به توییتر میزنه. پیغامی توسط سازنده برنامه اسپری گذاشته شده. پیامی که میگه این برنامه دیگه فعالیت نداره چون یه قاتل سریالی ازش به عنوان راننده استفاده کرده و الانم پلیسا در حال تعقیبشن. کرت هم خوشحاله که یکم معروف شده و برای فرار از وضعیت هم از برنامه دیگه استفاده میکنه و یه تاکسی میگیره. راننده مهربونی هم سوارش میکنه. وقتی همه توی لایو کرت مثل احمقا تشویقش میکنن تا باز اون کارها رو ادامه بده، بدون هیچ رحمی کار راننده رو تموم میکنه و پیاده میشه. میریم پیش جسی. بعد اجرای برنامهش به باری رفته و دوستش مایک هم اونجاست. از اونجایی که این دختر دیگه نمیخواد هیچ فعالیتی تو فضای مجازی داشته باشه، مایک با گوشیش لایو گذاشته و ازش فیلم میگیره. همه طرفدارهای جسی هم اومدن تو پیج و در آخر جسی که اعصابش به هم ریخته با کمک یه نفر به تاکسی زنگ میزنه و از اونجا میره بیرون. اما راننده این تاکسی کسی نیست جز کرت با ماشین اون راننده قبلی. جسی شوکه است اما در قفلن و نمیتونه بره بیرون. کرت میگه من همونیم که از صبح داری مسخرش میکنی. الانم وقت انتقامه و تو نمیتونی از کسی کمک بگیری چون خودم دیدم که گوشی رو شکستی. جسی با سیم شارژری سعی میکنه کرت رو خفه کنه اما اون سگجونتر از این حرفاست و جلوی ده ها هزار بیننده دختر رو بیهوش میکنه. میره به خونه این مادرش، جسی رو تو حیات میذاره و از بیننده های لایو سوال میکنه اینکه با جسی چی کار کنم. بیننده های احمق هم همه میگن جونشو بگیر و کرت دست به کار میشه. ماشین رو آماده رد شدن رو دختر میکنه اما موقع تنظیم دوربین جسی یهو ناپدید میشه. کرت میره که دنبالش بگرده و بیننده ها هم همچنان کامنت میذارن که نرو بیرون خطرناکه. جسی از پشت سوار ماشین میشه و سمت کرت گاز میده. اما اون جا خالی میده و در آخر ماشین به دیوار خونه کوبیده میشه. حالا نوبت کرت و جسی رو به زور ماشین میکشه بیرون. دخترم مقاومت میکنه و در آخر ضربه به پسر میزنه و اونو میندازه تو اتاق. تو همین فرصت گوشی رو برمیده رو به بیننده ها فوش میده. میگه پلیس زنگ بزنید چون تو خطره. ولی خب هیچکی باورش نمیکنه. یه دفعه از بیرون پدر کرت سر میرسه و با وحشت به خونه نگاه میکنه. بدترش اینه که گوشه اتاق بدن بیجون مادر کرت افتاده. میبینیم امروز صبح قبل از شروع این کثافتکاری ها کرت به خاطر بحثی با مادرش این بلا رو سرش آورده و اصلا همین جریان وحشتناک رو شروع کرده. تو همین تنش ها کرت یواشکی هم ماشین اسلحه‌اش رو برمیداره و بدون رحمی به پدر خودش هم شلیک میکنه. جسی که ترسیده هم میخواد به ماشین در بره اما راه بسته است. با وحشت به سمت جلو حرکت میکنه و در آخر جلوی دوربین کرت رو بین دیوار و ماشین له میکنه. بیننده ها این صحنه رو مسخره میکنن و شوخی میگیرنش و یه نفر میپرسه که برو چک کن کرت زنده است یا نه.
دختر وحشت زده است اما با آروم این کار انجام میده و یه لفه کرت که هنوز زنده است بیدار میشه. جسیکا دیگه خسته است، با گوشی تو دستش میکوبه تو سر کرت و انقدر میزنه تا برای همیشه ساکتش کنه. حالا جریان تموم شد و بیننده ها مثل احمقا میگن یه سلفی باهاش بگیر و جسیکا داره از این همه توجه لذت میبره همین کارو میکنه. مدت ها گذشته و تمام کشور خبر این جریان پیچیده. کرت یه روانی خیلی معروف شده و جسی آدم خیلی خوب که برای حق خودش جنگیده. البته همچنان یه سری توی اینستاگرام، ردیت و یوتیوب کرتو به عنوان قهرمان میشناسن. قهرمانی که میخواسته حق خودش رو از دنیا بگیره. یه نفر پستی میذاره و خبر مهمی رو به دنیا میده. اینکه قراره یه فیلم از داستان کرت بسازن و اسمش هم میخوان بذارن اسپری. فیلمی که ما الان دیدیم. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اسپری فیلمیه که مورد علاقه هر کسی نیست. اولا به خاطر سبکش که حالت فان فوتیج داره. قبلا هم توضیح دادم فیلم‌هایی هستن که از دوربین گوشی، دوربین‌های هندیکم، دوربین‌های ثابت، دوربین مخفی اینجور چیزها ساخته میشه، مثل فیلم‌های پارانورمال اکتیویتی. اینجور فیلم‌ها مورد علاقه هر کسی نیست و کم هم پیش میاد که محتوای خوبی داشته باشن و اسپری یکی از این نمونه‌های کمه. تو این فیلم ما میایم یه حقیقتی رو می‌بینیم که تو دنیای امروز بارها اتفاق افتاده و شاید فقط به گوش ما نرسیده. واقعا نسل جوان ما، نسل جدید، نسل من، نسل تو، حاضرن برای شهرت تا کجا پیش برن؟ حاضرن دست به چه کارهایی بزنن؟ چه بلاهایی رو سر هر کسی بیارن و هیچ وقت به عاقبتش فکر نکنن؟ چون همون گرفتن 50,000 تا بیننده توی یک لحظه به اندازه کل زندگیشون ارزش داره و این آرزوی بزرگشونه. اونا فقط آرزوشون الان این شده که یه جوری دیده بشن، یه جوری حرفاشون شنیده بشه. نسلی که تو کشور خودمون هم داریم می‌بینیم، میره تو خیابون میزنه زیر گوشه یه نفر، میگه دوربین مخفی بود، هر کاری دلش بخواد انجام میده، در آخر به بهانه شوخی تمومش میکنه. شوخی‌های قومیتی، تحقیرهای نژادی، هزاران هزار چیز مختلف رو انجام میده فقط برای اینکه یه ویدیویی بسازه که 10,000 نفر کامنت بذارن زیرش ازش تعریف بکنن. ولی خب سوال اصلی که بعد این فیلم باید بپرسیم اینه که مقصر اون کسیه که میره دنیای مجازی یا اون کسایی که براش کامنت میذارن و تشویقش میکنن؟ این خیلی سوال مهمیه و تو این فیلم هم بارها پیش میاد که کرت میاد کاریو انجام میده به خاطر اینکه طرفدارهاش ازش خواستن. یعنی اگه اونا شاید کامنتی نمیذاشتن اون طرف دست به همچین کاری نمیزد. یا از طرفی شاید اگه بیشتر این پسر دیده میشد، اگه کارهایی که واقعا توشون استعداد داشت قبلا پست کرده بود ولی هیچ وقت وایرال و دیده نشدن، یکم به گوش بقیه میرسید، یکم بهش توجه میکردن، هیچ وقت به همچین مرحله ای نمیرسید که بخواد توی یه روز بدترین کارهایی که تا حالا یه آدم تونسته انجام بده رو انجام بده. خب مسلمه که اون بیننده ها نمیگی مقصر 100%، ولی حداقل مقصر 50% هستن. میگم چیزی نیست که بخوایم به دنیای غرب نگاه بکنیم، به کشور خودمون. برید یکم تو اینستاگرام بچرخید ببینید پست هایی که بیشتر از همه وایرال شدن، طرف 10 میلیون 20 میلیون ویو گرفته، به خاطر چی بوده؟ چه محتوایی داشتن؟ محتواشون غیر اینه که یه دختر و پسر دارن با هم دیگه الکی دعوا میکنن، خیلی هم ساختگیه و یه آهنگ چرت آخرش میاد، غیر از اینه که یه نفر دوربین مخفی گذاشته و میره تو خیابون بقیه رو بدترین شکل میترسونه، به بدترین شکل اذیتشون میکنه و در آخر میگه نگاه کنید دوربین مخفی بود که اونم 90% با ساختگیه. کجا دیدید یه ویدیوی وایرال بشه که میخواد در مورد زندگی انسان ها، در مورد ارزش آدمیت، در مورد ایدئولوژی های سیاسی، در مورد حرفایی که آدما باید بدونن تا بتونن برای آیندهشون تصمیم بگیرن، کجا دیدید همچین ویدیوهایی وایرال بشه؟ چرا توی کل دنیا فقط چرت و پرت ها وایرال میشن؟ به خاطر اینکه نخاله پرست ها، آدمایی که دور از جون شما فقط دنبال مسخره بازی ان، دنبال زبالن واقعا توی اینترنت، و همین اینا هستن که مقصر وایرال شدن اینجور ویدیوها میشن. و وقتی که این چیزها میره بالا، افراد دیگه‌ای که قصدشون چیز دیگه‌ای بوده، قصدشون تغییر زندگی آدم‌ها بوده، با یه هدف‌های خیلی بزرگتری اومدن تو این دنیای مجازی، هم دست به همون کارا میزنن و در آخر همینطوری ارزش زندگی میاد پایین‌تر. وقتی که در اولش 100,000 نفر شاید باشن که اینجور ویدیوهای چرت و دوست دارن، وقتی تعداد ویدیوها میره بالاتر، اون 100,000 نفر میشه 1 میلیون، میشه 10 میلیون، میشه 100 میلیون نفر. و همینطوریه که خیلی از چیزها فراموش میشه دیگه، خیلی از آدم‌ها برای مشهور شدن دنیای مجازی دست به هر کاری میزنن و خیلی از افرادی که میتونستن آینده زندگی انسان‌ها رو بسازن کلن راهشون عوض میشه. همونطوری که گفتم این نخاله پرست ها باعث همچین چیزهایی میشن و امیدوارم که هیچ وقت شما از اینجور آدم ها نشید. یا اگه کسی میبینید که همچین کسیه، حتما جلوشو بگیرید، سعی کنید بهش بفهمونید این کار اشتباهه. خواستم اینو بگم چون دقیقا حرف فیلم همین بود. ما یه آدمی مثل کرتو داشتیم
که همینطوری کلا همه چیش به فنا رفت، به خاطر اینکه فقط شهرت میخواست و میخواست دیده بشه. از اون طرف جسی داشتیم که یه آدم خوب بود، تقریبا شخصیت بدی نبودش، رفتارهای خوبی داشت، به مادر بزرگش خیلی میرسید، کلا یه شخصیت خیلی مثبت بود توی فیلم، طرفدار هم داشتش. اما در آخر همچین آدمی هم وقتی که دید بیشتر از 50,000 نفر دارن میبیننش و خیلی از طرفدارهای خودش بیشترن، دست به همون کار وحشتناک زد و آخر سلفیش هم گرفت، فقط به خاطر اینکه همه آدم توجه و دوست دارن و اگه تو موقعیتش قرار بگیرن ممکنه دست به هر کاری بزنن. این من و تو هم که نباید توجه تو قسمت‌های بد بهشون بدیم، و الا هر آدمی با یه تشویق خاص با یه مقدار زیادی از توجه میتونه به بدترین آدم دنیا تبدیل بشه. دیگه همین، اسپیری شاید نمرش پایین باشه اما خیلی محتوای خوبی داره و خفنم به نمایش در میاد و جز معدود فیلم‌هاییه که تو این سبک ساخته شده و خیلی حرف قشنگی رو میخواد به ما یاد بده. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. پیشنهاداتتون رو حتما بنویسید و توی کانال زاپاسن جوین بشید که اگه یه موقع برای این کانال مشکلی پیش اومد اونجا کارو ادامه بدیم. روزتونم گلسی.